از هزاران سال پیش از میلاد تا امروز نام‌های خانوادگی هویت و باور را نسل به نسل منتقل کردند. اما چگونه یک نام توانست مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و در بیش از 12 کشور به عنوان پرکاربردترین نام خانوادگی شناخته شود؟ این راز چه داستان پنهانی را در دل خود دارد و چه اسراری را از لایه‌های پنهان جامعه برای ما آشکار می‌کند؟ داستان از 5000 سال پیش در چین آغاز می‌شود، جایی که نام‌های خانوادگی نخستین بار برای سرشماری به کار گرفته شدند. این ایده به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت و به تدریج نام خانوادگی به یک هویت پایدار برای انسان‌ها تبدیل شد. در اروپای قرون وسطا که جمعیت به سرعت در حال افزایش بود، نام خانوادگی ابزاری برای شناسایی افراد از یکدیگر شد. به تدریج در سایر نقاط جهان نیز رواج یافت و به نسل‌های بعدی منتقل گشت. ماهیت نام خانوادگی بستگی به این داشت که در زمان انتخاب آن چه چیزی برای جامعه مهم بوده. مسئولین ثبت این نام‌ها بیشتر افراد را با یک ویژگی متمایز می‌کردند که این ویژگی‌ها عموماً به چند دسته تقسیم می‌شدند. نام‌هایی بر اساس یک مکان، رویداد، شغل، باور، شخصیت و یا اشاره‌ای به پدر یا اجداد افراد. اما بنابر آمار رسمی، نام خانوادگی محمدی و اشکال دیگر آن در جوامع مسلمان به وفور دیده می شود. فراوانی این نام ها بخشی از پژوهشی جهانی در سال 2020 با عنوان بیشترین نام های خانوادگی در کشورهای گوناگون دنیا بود. نتیجه‌ای که مؤسسه فوربیرز از این پژوهش ارائه داد، نکات جالبی در بر داشت. نام های خانوادگی منسوب به نام محمد، مانند محمدی، محمد و محمدوف، حداقل در 12 کشور پرکاربردترین نام خانوادگی آن کشورند و این بدون در نظر گرفتن مشتقات نام پیامبر مانند احمد و محمود یا نام‌های خانوادگی مانند محمدپور و محمدزاده است. نام خانوادگی محمد در عراق، یمن، مصر، مالدیو، جیبوتی، چاد، کمر و حتی کشور کارائیبی ترینیداد، محمدی در ایران و افغانستان و محمدوف در ترکمنستان و آذربایجان بیشترین نام خانوادگی را به خود اختصاص دادند. هر کدام از این نام‌ها مفاهیم متنوعی در خود دارند، اما تمامی آنها نماینده اعتقادات هویتی و بیانگر باورها، ارزش‌ها و تعلق خاطر اقوام و ملل مختلف نسبت به پیامبر خداست. یک نام می‌تواند داستان‌های گوناگونی را از هویت و فرهنگ ما روایت کند. مورخان با بینش‌هایی که درباره پویایی فرهنگی و الگوهای مهاجرت به دست می‌آورند، تبارشناسان با کشف پیوندهای اجدادی و دیگران با درک عمیق‌تری از میراث تاریخیشان ارتباط برقرار می‌کنند. با این بینش، نام‌ها نه تنها به ما که در یک دنیای گوناگون زندگی می‌کنیم هویت و ارزش می‌بخشد، بلکه مانند رشته‌ای نامرئی به نسل‌های آینده نیز میراثی پر افتخار و الهام بخش منتقل می‌کنند.